در این آموزش میخوام با روش ساخت انیمیشن فریم به فریم یک کامیون متحرک ایجاد کنم. ابتدا شکل کامیون رو ترسیم میکنم. برای این منظور ابزار رکتانگل رو از پنل ابزار انتخاب میکنم. رنگ زمینه رو بر روی مشکی قرار میدم. با کلیک و درگ مستطیل رو ترسیم میکنم. اگر اندازه های خاصی برای طول عرض مستطیل مد نظرم هست میتونم اونها رو در دو کادر ویدث انهایت تنظیم کنم. در حالی که مستطیل انتخاب هست، با کلیک بر روی کادر ویدث مقدار عرض رو بر روی 80 قرار میدم و با کلیک بر روی کادر هایت مقدار اون رو بر روی 50 تنظیم میکنم. این بار ابزار رکتانگل پرایمیتیو رو انتخاب میکنم. رنگ استروک رو بر روی مشکی تنظیم میکنم. رنگ زمینه رو روی نو کالر تنظیم میکنم. اندازه استروک رو روی 5 تنظیم میکنم. حالا مستطیل رو میکشم. همطور که گفته شد، یکی از ویژگی های مستطیل پرایمیتیو این هست که گوشه های اون میتونه تغییر شکل بده. ابزار سلکشن رو انتخاب میکنم. بر روی علامت زنجیر در پنل پراپرتیز در این قسمت کلیک میکنم تا تمامی گوشه ها با هم تغییر شکل ندن و فقط من بتونم گوشه سمت چپ بالا رو تغییر بدم. حالا با درک کردن این نقطه گوشه این قسمت رو گرد میکنم. همچنین میتونم در این کادر میزان گردی گوشه رو تایپ کنم و وارد کنم. برای اینکه دوتا مستطیل دقیق با هم تراز بشن اونها رو انتخاب میکنم. از پانل الاین چک میکنم الاین تو استیج تیک نخورده باشه. سپس بر روی آیکون الاین هوریزونتال سنتر کلیک میکنم. این کار باعث میشه که دو مستطیل با هم تراز بشن. کمی اندازه مستطیل بالایی کوچیک تره. با استفاده از ابزار فری ترانسفورم کمی اندازه اون رو بزرگ میکنم. در مرحله بعدی شکل یک دایره رو در قسمت پایین ترسیم میکنم. بنابراین ابزار اوال رو انتخاب میکنم. رنگ زمینه دایره رو برای خاکستری تنظیم میکنم. در اینجا رنگ داخل دایره اهمیت نداره که دقیقاً چه رنگی باشه. استروک رو برای نو کالر میذارم. با نگه داشتن کلید شیفت دایره مورد نظر رو به اندازه لازم ترسیم میکنم. کمی اون رو بالاتر میبرم. حالا با انتخاب تمامی اشکال از منوی مودیفای زیر منوی کمباین آبجکت فرمان پانچ رو انتخاب میکنم. حالا عناصر دیگه کامیون رو هم به اون اضافه میکنم. ابزار مستطیل رو انتخاب میکنم. رنگ زمینه رو برای مشکی قرار میدم. مستطیلی رو به این اندازه در این قسمت ترسیم میکنم. ابزار لاین رو انتخاب میکنم. با نگه داشتن کلید شیفت یک خط صاف عمودی ترسیم میکنم. مجدداً با نگه داشتن کلید شیفت یک خط صاف افقی ترسیم میکنم. با ابزار سلکشن کمی این خط رو پایین میارم. با کلیدهای جهت نما میتونم به راحتی این کار رو انجام بدم. حالا شکل دوتا چرخ رو ترسیم میکنم. برای این منظور ابزار اوال رو انتخاب میکنم. رنگ زمینه رو برای نو کالر قرار میدم. زخامت استروک رو بر روی 8 تنظیم میکنم. با نگه داشتن کلید شیفت شکل یک دایره رو ترسیم میکنم. با ابزار سلکشن اون رو جابجا میکنم. حالا میتونم با نگه داشتن کلید آلت یک کپی از اون بگیرم. یه مقدار میخوام اندازه این خط رو بزرگ کنم. برابر این خط رو انتخاب میکنم با ابزار فری ترانسفورم. برای اینکه فقط بتونم اون رو از سمت راست بزرگ کنم کلید آلت رو نگه میدارم. مجدداً ابزار رکتانگل رو انتخاب میکنم. این بار رنگ زمینه رو آبی انتخاب میکنم و رنگ خط دور رو بر روی نو کالر تنظیم میکنم. شکل چند تا جعبه رو ترسیم میکنم. با نگه داشتن کلید آلت از این جعبه 3 تا کپی قرار میدم. نتیجه کار به این صورت در اومد. حالا تمام اشکال ترسیمی رو انتخاب میکنم و با زدن کلید F8 یک سیمبل از اون میسازم. در کادر نیم نام کامیون رو تراک میذارم. نوع سیمبل رو مووی کلیپ انتخاب میکنم. سپس بر روی دکمه اوکی کلیک میکنم. در فریم اول موقعیت شکل ترسیم شده رو در خارج از استیج قرار میدم. البته بهتر هست کمی سایز اون رو کوچیک کنم. ابزار فری ترانسفورم رو انتخاب میکنم و از گوشه ها با نگه داشتن کلید های آلت و شیفت اندازه شکل رو کوچیک میکنم. در فریم 1 کامیون رو در این قسمت از استیج قرار میدم.
با زدن کلید F6 در فریم شماره 2 فریم بعدی رو ایجاد می‌کنم. کمی موقعیت شکل رو تغییر میدم. مجدداً در فریم شماره 3 با زدن کلید F6 یک فریم کلیدی دیگه ایجاد می‌کنم. باز هم موقعیت شکل رو تغییر میدم. این کار رو انقدر تکرار می‌کنم تا ماشین از استیج خارج بشه. حالا بر روی آپشن نوار تایملاین در این قسمت کلیک می‌کنم. می‌تونم فرمان پریویو رو اجرا کنم. محتویات فریم‌ها نمایش داده میشه. و زمانی که پلی‌هد رو حرکت می‌دید، مرحله به مرحله حرکت کامیون رو مشاهده می‌کنید. گزینه بسیار مفید دیگه‌ای در تایملاین به نام آنیون اسکین یا پوست پیازی وجود داره. که با فعال کردن این گزینه میتونیم محتویات همه این فریم ها رو یا چند فریم رو بر روی استیج به صورت همزمان مشاهده کنیم. از این حالت میتونیم برای تنظیم دقیق موقعیت فریم ها نسبت به همدیگه استفاده کنیم. برای فعال کردن این حالت برای آیکون اون واقع در پایین تایملاین کلیک کنیم. مشاهده میکنید که آیکون آنیون اسکین در این قسمت قرار گرفته. با کلیک بر روی این آیکون شکل دو تا کروشه در این قسمت نوار تایملاین نمایش داده میشه. همچنین روی استیج تصویر چند فریمی که در این محدوده قرار گرفته رو مشاهده میکنیم. میتونیم این کروشه ها رو درک کنیم و جابجا کنیم. با این کار میتونیم کلیه فریم ها رو بر روی استیج به صورت پوست بیازی و یا کمرنگ مشاهده کنیم. برای غیر فعال کردن این حالت مجددا بر روی آیکون اون در قسمت پایین نوار تایملاین کلیک میکنیم. گزینه دیگه‌ای به نام آنیون اسکین آوتلاین هم وجود داره که در این قسمت از نوار تایملاین قرار گرفته. با فعال کردن این گزینه فقط خطوط دور اشکال نمایش داده میشه. میتونم با درک کردن این کروشه ها محدوده انتخابی رو تغییر بدم. مجددا برای غیر فعال کردن اون بر روی آیکونش کلیک میکنم. گزینه دیگه‌ای به نام Edit Multiple Frames در این قسمت وجود داره. با فعال کردن اون میتونیم به صورت همزمان چندین فریم رو انتخاب کنیم و عملیات ویرایش رو برای اونها انجام بدیم. مثلا من میتونم با زدن کلیدهای ترکیبی Ctrl A فریم هایی که در این محدوده قرار گرفتن رو انتخاب کنم. سپس اونها رو با هم جابجا کنم. در این قسمت هم میتونیم با جابجا کردن علامت کروشه ها محدوده انتخابی رو تغییر بدیم. مشاهده میکنید که سایر فریم ها در قسمت پایین قرار گرفتن. حالا میتونم با زدن کلیت های ترکیبی کنترل اینتر انیمیشن رو تست کنم. میبینید به خاطر اینکه حالت ادیت مالتیپل فریم رو انتخاب کرده بودم و بعضی از فریم ها رو فقط جابجا کردم، جهت حرکت کامیون تغییر کرده.